هرگز به نیکوکاری نمی رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید. رسول اکرم می فرماید اگر ابن آدم بمیرد اعمالش قطع می شوند الا با سه چیز. صدقه جاریه، علمی که از آن سود برساند یا اینکه با فرزندی صالح که برایش دعا کنند. و پیامبر اکرم می فرماید بعضی از اعمال خیری که بعد از مرگ انسان ادامه دارد و اعمالی را ذکر کرد اینکه گفت قرآنی از خود به ارث بگذارید جوی آبی جاری سازید یا نخلی بکارید و غیره و علیه سلات و سلام فرمودند هفت کسند که بعد از مرگشان پاداش اعمالشان را دریافت می‌دارند و علیه و سلام چند چیز را ذکر می کنند. عمل صالح هیچگاه با تمام شدن عمر قطع نمی شود و همانطور در مورد اعمال بد و سو با پایان زندگی تمام نمی شود. امام غزالی می گوید از میان کلمات کلماتی هستند که باید در قلب حک شوند مانند آنکه بر سنگ خارا حک شده باشند از جمله آن انسان هایی هستند که می میرند و بعد از آنها حسناتشان زنده می ماند صد سال و دویست سال و شاید هم بیشتر و کسانی هستند که می میرند و بعد از آنها خطاهایشان و گناههایشان باقی می ماند صد سال و شاید هم دویست سال بدین صورت که مثلا اگر آدمی قرآن به ارث بگذارد بدین شکل که تعدادی قرآن بخرد و آنها را در مسجد بگذارد بعد از مرگ او مردم آنها را خواهند خواند یک سال دو سال و سه سال یا شاید هم ده سال و هر وقتی که قاری از آن قرآنها بخواند برای آن میت همان اجر قاری نوشته خواهد شد یا اینکه علمی یاد بدهد به مردم ذکر یاد بدهد یا اینکه به کودکی سوره فاتحه را بیاموزد یا اینکه یک بیسواد سواد جاهل را سوره قل هو الله احد یا شبیه آن یاد بدهد هر دفعه ای که این سوره ها را بخوانند او هم همان اجر را از درگاه خداوند متعال خواهد داشت برای همین این اجر و ثواب جاری است حتی بعد از مرگ آن انسان نیکوکار و همانطور اگر شخصی چیزی را از خود به جای بگذارد که در آن گناه وجود دارد مثلا کارخانه مشروب سازی به ارث بگذارد زیرا که این کارخانه هنوز کار می کند و تولید می کند و پخش می کند و هنگامی که او در قبر است مردم گناه می کند. یا مثلا کسی که کارخانه سیگار از خود به جا بگذارد و هنوز هم این کارخانه به مردم سیگار می فروشد و پخش می کند و باعث می شود که مردم به سبب او گناه کنند کسانی که شبکه های شهوت انگیز بسازند فساد را انتشار بدهند زیرا او که مرده است و هنوز این شبکه کار می کند حتی بعد از مرگ او یا اینکه کسی مجله مستحجن یا وبسایت مستهجنی در اینترنت ساخته باشد و مثلا در توییتر یا فیسبوک برای آن تبلیغ بگذارد پس هر عملی انجام بدهی که بعد از مرگت بدی آن به جا بماند و از این دنیا با همان حال ودا کنی این گناهان همچنان جاری است و دیگر دستت از دنیا کوتاست و به خاطرش عذاب خواهی کشید برای همین انسان باید تلاش کند که همواره اعمالی انجام دهد که بعد از مرگش باعث گسترش اعمالش شود تا یادم نرفته داستانی برایتان تعریف کنم چند سال پیش اتفاقی افتاده بود و برایم تعریف کردند در این ماجرا جوانی بود که قبل از اینکه شبکه های اجتماعی زیاد بشوند مثل توییتر، فیسبوک و غیره وقتی که میخواست فیلم های مستجن یا مخالف و موازین شرعی رو نگاه کنه رجوع میکرد به بعضی از وبسایت هایی که مختص این گونه مسائل بودند و ویدیو یا عکس یا چیزهای اینچنینی نگاه میکرد این جوان دیگر در وارد شدن به این گونه وبسایت ها خبره شده بودش این گونه وبسایت امروزه در خیلی از کشورها بسته هستند مثل کشورهایی که اسلامی و محافظه کارن. این وبسایت ها را میبندند و کسی نمیتواند به آنها دسترسی داشته باشد غالبا همینطوره این جوان می توانست این گونه وبسایت ها را با نرم ها یا فیلتر شکن باز کند به محتویت آن دسترسی داشته باشد خودش تعدادی از این ویدیوها را تماشا می کرد و در برخی وبسایت ها یک گزینه بود که امکان اشاره گذاری را فراهم می کرد مثلا به ایمیل شما از این ویدیوها و عکس ها می هر هفته هر شنبه در این سایت عضو شد و با پرداخت مبلغ مشخصی یک اشتراک گرفت و هر شنبه ویدیوها به او می رسیدند. او فیلمها را در موبایل ذخیره می کرد و وقتی دوستانش رو میدید فیلم ها به اونها نشون میداد. دوستانش مشتاق شدند و گفتند خب ما میخوایم مثل تو داشته باشیم. گفت سخته اما شما ایمیل هایتون رو به من بدین. هر کسی ایمیلش رو به من بده من بلا فاصله برای او فیلم رو میفرستم. هر فیلمی خودم بگیرم برای او هم میفرستم و همانطور هم شد. هر هفته برای اونها ایمیل میفرستاد. و تعداد اونها بیشتر می شدن. هر دفعه یک کسی می گفت این هم دوست منه برای او هم بفرست. به همین خاطر تعدادشون زیاد شد و شدن یک گروه خیلی بزرگ. هر هفته به این گروه بزرگ تعدادی از ویدیوهای شرماور و مستحجن می رسید و منبع این اتفاق آن جوان بود. پس گاهی آدم ها کلید کارهای شر می شوند. سبحان الله دیدیم که اینها را پخش می کند و گناه می کند. و در گناه دیگر گناهکاران هم شریک می باشد. آنان باید که در روز قیامت بار گناهان خود را به تمام و کمال بردوش کشند و هم برخی از بار گناهان کسانی را حمل نمایند که ایشان را بدون آگاهی گمراه ساختند. بی آنکه از گناهان پیروان چیزی کاسته شود. هر وقت کسی پیش او میرفت ایمیل را می گرفت و برای همه مجموعه دوستانش میفرستاد. شش ماه گذشت این جوان با یک تصادف اتومبیل فوت کرد. در آن هنگام قصه را فهمیدم دوستش یکی از اعضای گروه به من ایمیلی فرستاد میگوید دوستم فوت کرد و داستانش این بود آن جوان به من گفت که بعد از دو سه روز از وفات دوستش باز هم ایمیلی از طرف وی به من رسید چون ایمیل را در حالت اتوماتیک قرار داده بود با وجود اینکه وی مرده بود ولی عکس های مستحجن از ایمیلش برای مردم باز ارسال می شد از من پرسید چه کار کنیم به آن وبسایت ایمیل داده ایم و آنها از ما رمز خواستند و ما پیدایشان نتوانستیم بکنیم و غیره برای همین واقعا آدم باید مراقب باشه و تلاش کنه اگر گناهی کرد قبل از مردنش استغفار کنه و اینکه بمیری و آن گناه بماند بعد از او نه بلکه تلاش کند که اگر مرد گناههایش هم با او بمیرند و از خداوند متعال طلب مغفرت کند اما گناهی که مستمر باشند بعد از مرگ آدم اینها هستند که مهلکند که میمانند بعد از مرگ آدمی که به مردم رقص یاد میدهد به مردم آهنگ خواندن یاد میدهد به مردم موسیقی یاد میدهد شاید برای دخترها و پسرها موقعیت هایی را فراهم می کند برای گناه و مخالفت های شرعی و فجور و شبیه آنها هر آدمی اگر خواست که عملی را انجام دهد باید همیشه به یاد بیاورد که من می میرم اما این عمل ماندگار است و شاید ادامه داشته باشد حتی بعد از مرگم و از من در روز قیامت سوال می شود. بیگامان کسانی که ایمان میآورند و کارهای شایسته و پسندیده انجام می دهند، خداوند مهربان آنان را دوست می دارد و حجت ایشان را به دلها می افکند. و این قبولی مستمر خواهد بود حتی بعد از فوت آنها برای اینکه مردم آثارش را میبینند ما خودمان مردگان را زنده میگردانیم و چیزهایی را که پیشا پیش فرستادند یعنی قبل از مرگشان و چیزهایی را که بر جای نهادهاند مینویسیم و بعد سرشماری مینماییم وقتی این نبی صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه رسیدند مالک زمینی شدند این زمین را در راه خداوند متعال وقف کردند و عمر که خداوند از او راضی باشد روزی رفت پیش نبی علیه السلام و سلام و گفت رسول الله دارای یک زمینی هستم در خیبر و هیچ مالی محبوب تر از این زمین ندارم به من چه امر می کنید که با این زمین انجام دهم می آن را در راه خداوند بدهم نبی علیه السلام و سلام فرمود اگر میخواهی اصل آن را برای خود نگهدار و سود و حاصل و بهره آن را صدقه و وقف کنی یعنی وقف عام نه اینکه زمین را بفروشی و با پول آن مسجد بسازی یا پول آن را صدقه کنی نه بلکه اصل زمین را نگهدار حتی پس از مرگت هم در میراست قرار نگیرد و ثمره باغ را به فقرا و مسافران و درماندگان بده هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فهمید که مردم به آب نیاز دارن فرمود هر کس چاه رومه را بخرد بهشت پاداش اوست کسی که چاه رومه را بخرد بهشت پاداش اوست کسی که چاه روم را بخرد اما شرط گذاشتند که دلو او از مسلمین باشد یعنی زمین را نخرد سپس بگوید ای مردم این زمین این شاه مال من است اجازه نیست که از آن استفاده کنید به غیر از دو روز در هفته و روزهای دیگر برای من است من و فرزندانم یا کسانی که من بخواهم از آن استفاده کنند آن را وقف کند اجرش ادامه داشته باشد هم در این دنیا و هم در آن دنیا یعنی اگر آب میخواست با سطلش بیاید مثل بقیه و از شاه آب بگیرد آب را استخراج کند و برود نگوید من این شاه را خریدم این ملک من است مثل کسی که مسجدی می‌سازد نمی‌شود بگوید که من به فلانی اجازه نمی‌دهم که با ما نماز بخواند به تو اجازه نمی‌دهم که در مسجد ما نماز بخوانی جایز نیست این بیت الله تعالی است است که خداوند اجازه داده است که اسمش در آن ذکر شود این خانه ی تو نیست یا اتاق خوابت که به کسی بدهی یا ندهی مسجد خداوند است اگر آن را ساختی یعنی دیگر ملک تو نیست و آن در سبیل خداوند است و نبی علیه الصلاه و سلام به اصحابش میگوید این چاه را چه کسی میخرد؟ گفتن گفتند این چاه متعلق به مرد یهودی بود و آبش گوارا بود اما این یهودی آن را به مردم با قیمتی گران میفروخت از شاه من آب می خواهی؟ باید پول دل را انقدر آنقدر بدهی و مردم را اذیت می کرد. بعضی وقتها بعضی از ایتام و فقرا می آمدند آب پیدا نمی کردند نداشتند که بخرند. سپس نبی علیه سلات و سلام فرمودند کسی که چاه رومه را بخرد بهش پاداش اوست. سپس عثمان که خداوند از او راضی باشد گفت من می خرم رسول الله. عثمان داماد پیامبر بود. پیامبر دخترش را به عقد او درآورد و بعدا فوت کرد. سپس پیانبر دختر دومش را هم به عقد او درآورد و او هم فوت کرد سپس فرمود اگر دختر دیگری هم داشتم به عقد عثمان در می آوردم عثمان داماد رسول الله علیه الصلاه و و تاجری بود که مالش را استفاده می کرد در سبیل خداوند و برای تقرب به خداوند متعال به هر حال عثمان این شاه را خرید و برای مسلمانان وقفش کرد کسی که میخواهد آب را بنوشد بیاید و از آن چاه بنوشد <applause> یعنی در زمان حیات سیدنا عثمان هر کسی میخواهد میتواند از این چاه آب بنوشد و حتی بعد از وفاتش به ارث برده نمی شود که فرزندانش بگویند این چاه مال ماست و دیواری دور چاه بکشند و نگذارند کسی بدون پرداخت پول از آب چاه استفاده کند و برای چاه نگهبان بگذارند نه آن باید وقف در راه خداوند باشد و دلو عثمان همانند دلو دیگر مسلمانان است. پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم فرهنگ وقف کردن را در میان اصحابش می ساخت. انگار به اصحابش می گوید کسی نمی میرد مگر آنکه وقفی داشته باشد. همانطور شد که هیچ کدام از صحابه که خداوند از آنها راضی باشد نمردند مگر آنکه وقفی گذاشتند به راه خداوند. ابو تله رضی الله عنه چاهی داشت که آب گوارایی داشت و اسم آنچا بیروها بود. وقتی که این آیه نازل شد که شما به مقام والا و ویژه انفاق نمی مگر آنکه از آنچه که بسیار دوست دارید انفاق کنید ابو نزد پیام بر رفت. خداوند می برای انفاق کردن قصد ناپاکان را نکنید در حالی که خود شما حاضر نیستید آنها را بپذیرید مگر آنکه در آن چشم پوشی کنید. همانطور که خداوند فرمود به سراغ چیزهای ناپاک نروید تا از آن ببخشید در حالی که خود شما حاضر نیستید آن چیزهای پلید را دریافت کنید مگر با اغماز و چشپوشی در آنم. این مثل کسی است که متاسفانه به مسجد آمد امام یکی از دوستایم هست امام می گفت آمد و در دستش اودی بود اود چوبهایی هستند که روی زغال گذاشته می شوند و از آن بوی خوب و خوش میآید در مسجد با اود رفت پیش امام و به او داد امام گفت سپاسگزارم بارک الله ممنونم از شما خودت را به زحمت انداختی گفت نه نه زحمتی نکشیدم من آن را برای خانه خریده بودم ولی خانواده از آن خوششان نیامد و آوردم برای مسجد لا حول ولا قوت الا بالله <applause> یعنی این عودی که سر تو با اون کله گذاشتن و به تو یک عود بدبو فروختن وقتی که همسر و فرزندانت از اون بعدشون اومد و شروع کردن به اف گفتن از بویش گفتی که آن را به خانه خدا بیاورم به سراغ چیزهای ناپاک نروید تا از آن ببخشید در حالی که خود شما حاضر نیستید آن چیزهای پلید را دریافت کنید ابو تله خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و رفت و گفت یا رسول الله دوست داشتنی مال نزد من چاه بیروها است درباره آن به من چه دستوری میدهی یا رسول الله من می خواهم صدقه بدهم در راه خداوند جل و علا به خاطر اینکه من اون چاهو خیلی دوست دارم من می خواهم صدقه بدهم یا رسول الله به من چه دستوری می دهی؟ سپس علیه السلام و سلام به او فرمود آفرین و احسن این است مال سوداور و نیکو این است مال سوداور و نیکو خوشحال شد رسول اکرم علیه السلام و فرمود گفت مال سوداور و نیکو برای اینکه علیه سلات و زمین را میشناسد و مزرعه را میشناسد و علیه السلام و چندین مرتبه از آب ها نوشیدن سپس گفت چقدر زیبا احسن رسول الله فرمودند رأی من این است که آن را میان خیشاوندان تقسیم کنی یعنی این مزرعه و هر چی که در آن است و همچنین از ثمرش و این آب را میان خیشاوندان تقسیم کن بگذار خیشاوندان از آن استفاده کنند سپس به خیشاوندان صدقه داد و بعد از آن به نسلهای بعدی و اجرش همچنان جاری بود حتی بعد از مرگش که خداوند از او راضی باشد هیچ کدام از اصحاب نمردند مگر آنکه وقفی را در راه خداوند گذاشتند زمینی را وقف کردند یا مسجدی یا مزرعی را عطا کردند و یا شبیه آن را برای همین آدم ها باید تلاش کنند به اینکه قبل از مرگشان اعمالی را به جا بگذارند که بعد از مرگشان ادامه داشته باشد بنده در روز قیامت گام بر نمی دارد و حرکت نمی کند تا وقتی که چهار سوال از آنها پرسیده شود یکی از آن چهار سوال این است که مالش را از کجا به دست آورده و در کجا خرج کرده است اگر آن را انفاق کرده باشد در وقف خیری که اجرش ادامه داشته باشد حتی بعد از فوتش این بلاشک از عظیمترین تقرب هاست در حدیثی مشهور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می هرگاه انسان بمیرد و روحش خارج شود و از این دنیا برود اعمالش قطع می شود از وی فقط اسمی می ماند می گویند خدا بیا مرس فلانی اما اعمالش را به یاد نمیآورند. تمام شد خدا رحمتش کند فلانی را اما چه مان برای از اعمال ساله هنگامی که در قربت هستی تا ثوابش به تو برسد و جاری باشد یعنی به شما اجازه داد که یک سوم مال را وصیت کنید در راه صدقه وقت و غیره گفت که اگر ابن آدم بمیرد عملش قطع می شود الا با سه چیز صدقه جاریه این که مثلا انسانی به کشور معینی سفر کند مجموعی از کتاب قرآن به زبان همان کشور بخرد داستانی برایتان میگویم که برای خودم رخ داد نه اینکه خوانده باشم یا برایم تعریف کرده باشم خودم روزی در تانزانیا بودم و از داروسلام به شهری که اسمش عروشه بود رفتم و در راه که نزدیک به 400 کیلومتر است تقریبا یک جایی برای ناهار ایستادیم من و کسانی که همراهم بودند در آنجا مجموعی از دکانهایی هم بود که صنایع محلی خاص آفریقا را میفروختند ما در تانزانیا بودیم یعنی صنایع دستی و چیزهایی که مخصوص به آفریقاست مثل خاتمکاری بر روی چوب و شبیه اونها رفتم نگاه کنم و از فروشنده پرسیدم که اسم چیه گفت من شعبانم گفتم شعبان سوره فاتحه را بخوان سپس شروع کرد پسری که حدود 20 سال داشت سپس شروع کرد به اما خوب حفظ نبود گفتم خب قل هو الله احد را بخوان قل اعوذ برب الفلق را بخوان اما او حفظ نبود گفتم شعبان تو مسلمانی و جوانی و خوشرو و باهوش فروشنده خوبی هم هستی اما پسرم سوره فاتحه را حفظ نیستی و نه قل هو الله و نه حتی کوتاهترین سوره ها گفت چه کار کنم به خدا کتاب قرآن ندارم گفتم قرآن نداری؟ گفت در منزلمان کتاب قرآن نیست. در کل دهات فقط یک کتاب یا دو کتاب قرآن است. یعنی از کجا بیاورم کتابی که بتوانم از روی آن فاتحه را بخوانم؟ تعداد کسانی که به تانزانیا برای شکار می روند، شکار پرنده ها، تعدادشان بسیار زیاد است. چه کسی از آنان با خود چند جعبه کتاب قرآن به زبان آن کشور برد؟ تعداد آنهایی که برای تفریح به مالزی، اندونزی، فیلیپین و کشورهای اروپایی و غیر از آن میرن کم نیستش. اگر با خود کتابهای قرآن را به زبانهای آن کشورها ببرن و سپس آنها را در مسجدها بگذارن، یکی از کارهایی که بعد از مرگت برگت ثواب جمع می کند قرآنی است که به ارث گذاشته ای. اگر ابن آدم بمیرد عملش ختم می شود الا با سه چیز. صدقه جاریه این صدقه است که جاری است اجرش برای او در جریان است یا اینکه به مسجدی برود و یک کتابخانه در آنجا برای طالب علم بگذارد یا اینکه در این مسجد قفسه ای برای کتاب های قرآن که صدقه جاری و اجرش برایش میماند مسجد کنار خانه 20 سال است که ساخته شده تا الان قفسههای قرآن اون عوض نکردیم همچنان باقی مانده و از آن حفاظت کردیم و آن کسی که آن را 20 سال پیش صدقه داد و در مسجد گذاشت اجرش برای او تا به همین الان باقی است و ممکن است تا 50 یا 60 سال دیگر هم با وجود این مسجد باقی بماند برای همین انسان باید حریص باشد که صدقه جاریه از خود به جای بگذارد که پس از وفاتش باقی بماند این از بزرگترین تقرب هاست وقت حکم دارد شروطی دارد و مسئله هایی که در مورد آنها در برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ می سپارم لشه